به نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و درود احترام، وقت بخیری و خسته نباشید دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و دوستان نهایت گرامی. امیدوار هستم که همیشه خوب و صحتمند باشید و از گزند روزگار در امان عزت متعال. از جان دل بسیار زیاد خوش آمدین به سه تا از تازه ترین اخباری که امشب در اختیار ما قرار گرفت. امشب دوستان عزیز خواستم که بیایم این سه تا خبر را فیل فور تقدیم شما اعضا بکنم، به خاطر که بعضی از اینها به شدت برای شما اعضا مهم هستند. و در آغاز باید بگویم که متاسفانه دادستان کل ایران اعلان کرده که هر چیز دوتر باید بازار کار از اتباع خالی شود. یعنی تمام اتباع افغانستانی که در بازار کار هسته، اینا مجاز و غیر مجاز جدا شود و اونهایی که غیر مجاز هسته به هیچ عنوان در هیچ رشته و در هیچ مکانی نمیتونه که اینا صاحب کار و شغل در ایران شود. اما سه تا خبر دیگر هست. یه خبر گذشته بود که برای شما گفتم، قبلتر آمده بود. استقبال افغانستان از نظام من ساختن حضور اتباع افغان در ایران، ای به تازگی هسته. معاون بخش بازرگانی و مشاور وزیر سمت امارت اسلامی افغانستان از نظام من ساختن حضور اتباع این کشور در ایران استقبال کرده و گفته است امیدوار هستم با در نظر گرفتن راهکارهای قانونی و اقتصادی زمینه افزایش همکاری های مشترک دو دولت افزایش پیدا بکند. با گزارش خبرگزاری ها از قشم عبدالجلیل روحانی، چهارشنبه در چهاردهمین جلسه قرارگاه ساماندهی اتباع غیر مجاز جزیره قشم که با حضور جمعی از مسئولان اجرایی قضای انتظامی و نظامی شهرستان و هیئت دیپلمات سفارت افغانستان برگزار شد، گفت افغانستان در طول چند دهه گذشته مورد تجاوز و اشغالگری قدرت های بزرگ دنیا قرار گرفته بود که همین موضوع موجب مهاجرت افغانستانی ها گردیده است. طرد اتباع خارجی غیر مجاز در کاشان با همراهی مردم محقق می شود. روابط عمومی اعلان کرده که فرماندار ویژه کاشان گفته است طرد کامل اتباع خارجی در این شهرستان بدون کمک و همراهی مردم محقق نیست. از روابط عمومی فرمانداری ویژه کاشان حمید رضا محمد فشار که روز چهارشنبه در چهارمین جلسه قرارگاه طرد اتباع خارجی این شهرستان افزود، لازم است مردم با مدیریت و حاکمیت شهرستان ها در راه شناسایی برای طرد اتباع غیر مجاز همراهی کند و تاکید کرد شهرستان کاشان با جدیت در زمینه اخراج اتباع خارجی غیر مجاز وارد شده و آن را دنبال میکند و تا اکنون نیز آمار خوبی در طرد آنها به دست آمده. دوستای عزیز، شهرستان کاشان یکی از سه شهرستان جنجالی در مورد اتباع است که گفته میشه بیشترین آمار اخراج اتباع را در طی چند ماه گذشته داشته است. الزام اتباع خارجی به قوانین کشور میزبان. نماینده دادستان قشم نیز در این جلسه گفت هدف از برگزاری این جلسه ساماندهی و نظام من ساختن حضور اتباع خارجی در ایران با حفظ شأن و کرامت انسانی است. سیامک ابراهیمی بیان داشت ملت‌های ایران و افغانستان در طول تاریخ پیوندهای محکمی با یکدیگر برقرار کرده و جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته میزبانی شایسته از اتباع افغانستان داشته است و این افراد در طول کامل از امکانات آموزشی و بهداشتی برخوردار و وارد چرخه اقتصادی کشور شدند. وی تصریح کرد از همین روی احترام به قوانین کشور میزبان و فعالیت در چارچوب قانون نیز جزو الزاماتی است که اتباع خارجی باید انجام دهد. مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد قشم هم گفت ورود اتباع در هر کشوری بر بافت جمعیتی، منابع انرژی و مصرفی و چرخه اقتصادی تأثیر می‌گذارد و از همین رو همه کشورهای دنیا نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از اتباع حساس هستند و قوانین مربوط به اتباع در تمام کشورها جزو قوانین استراتژیک ما در محسوب می‌شود. روحانی بیان داشته است در جلسه امروز انگیزه و باور همگی ساماندهی اتباع به ویژه در حوزه تجارت است تا از فرار سرمایه و آسیب چرخه اقتصادی جلوگیری شود و ما تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهیم گرفت. دوستای عزیز، ای بود از اخباری که امشب تقدیم شما شد و عزیزان در جریان هستید امروز جلسه اتفاق افتاده که تمام معاونین دادستان ها و به اضافه دادستان خود کاشان در این جلسه حضور داشته و همچنان از سفارت افغانستان هم نفر بوده معاونین سفارت و اینها در جلسه در مورد طرح ساماندهی اتباع سخن گفت. البته قسمی که شما در جریان هستید، قالمقالک ها و جنجال ها
بر این هست که احتمال طرح پسگیری ساماندهی اتباع وجود داره، اما مجلس گفته به هیچ عنوان ما نمیگذاریم که این طرح از بین بره و ما طرح جاگزین داریم. اما به هر صورت دوستای عزیز، اینا به سفارت وعده دادن که ما در قبال اتباع کاملا با اخوت و برادری اسلامی رفتار خواهد کردیم و همچنان نمیمانیم که کسی از ما برنجه. اما در مورد اتباع غیر مجاز ما جدی هستیم و اتباع مجاز تا آخر سال 2 میلیون اخراج میکنیم. در مورد اتباع مجاز تمام کوشش های خود را اینا میکنه و وعده داده و قول داده بر سفارت افغانستان و در مقابل سفارت افغانستان هم از اتباع افغانستانی که در ایران مهاجر است و زندگی میکنه خواسته که به قوانین کشور میزبان احترام بگذارم و آنچه که کشور بر اینا گفته، کشور ایران قوانین گذاشته، اینا را رعایت بکنه و همچنان از برادری و اخوت کار بگیره و رفتار نیکی با همسایه های ما داشته باشه. انشالله که مشکلاتشان هرچه زودتر رفع خواهد شد. و دوستای عزیز، این بود از اخبار تازه‌ای که در اختیار ما قرار گرفت. بقیه وقت شما خوش، خدا نگهدار.